همونطور که مطلع هستید، اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات رژیم آخوندها و دو نفر از مامورین اون رو تحریم و در لیست گروه های تروریستی گنجانده. این اقدام البته در حالی است که رئیس سیاست خارجی این اتحادیه پس از اعلام خروج آمریکا از برجام به دنبال راهی برای نجات رژیم ایران از تحریم ها بود، ولی لیست گذاری و تحریم وزارت اطلاعات آخوندها توسط اتحادیه اروپا به چه دلیلی انجام گرفت؟ پیام سیاسی اون چیه و چه تأثیری بر سیاست خارجی رژیم و روند تحولات داخل کشور خواهد داشت؟ تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای آمریکا از سوریه چه پیامدهایی داره و این خلأ رو چه کسی پر خواهد کرد؟ امروز در خدمت آقای حسن دایی مسئول فروم ایرانیان هستم تا به این موضوعات بپردازیم. سلام می‌کنم خدمتتون آقای دایی گرامی، هم سال نو میلادی رو بهتون تبریک میگم و هم تحریم و لیست‌گذاری بخشی از وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط اتحادیه اروپا. به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید آقای دایی. سلام دارم خدمتتون خانم غفاری عزیز و سلام به همه شنوندگان. من هم سال نو رو تبریک میگم و واقعا امیدوارم که امسال جنبش مردم ایران به ثمر برسه و کشورمون آزاد بشه. امیدواریم، فکر میکنم البته تو دل من هست، من نمیدونم دقیقا چی میشه، نمیتونیم پیش بینی کنیم که، ولی به هر حال تحولات نشون میده که تغییرات اساسی در راه است. آقای دایی اجازه بدین سوال رو با همین تحریم و لیستگذاری بخش از وزارت اطلاعات شروع کنیم. اصولا چرا اتحادیه اروپا وزارت اطلاعات رو تحت تحریم قرار میده و در لیست تروریستی میذاره؟ این اقدامشون چه معنی داره در حالی که رئیس خارجه این اتحادیه خانم موگیرینی همیشه دنبال راه فرار رژیم از تحریم ها بوده و هست؟ تحریم و لیست گذاری وزارت اطلاعات چه پیامدهایی داره و از چه اهمیت برخوردار است آقای دایی؟ من فکر کنم قبلش باید نگاه کنیم که چرا جمهوری اسلامی این کارا رو میکنه. واقعا خب در شرایطی که اینها به اروپا احتیاج دارن که در مقابله با آمریکا و تحریم‌های آمریکا یه سنگری باشه براشون. ببینید چقدر تو این حدود 6-7 ماه گذشته تلاش کردن که اروپا رو تشویق بکنن در این زمینه. بعد میان این عملیات رو یکی پس از دیگری طراحی میکنن که اروپا مجبور میشه این کار رو بکنه. چرا این کار میکنه؟ اول به این سوال باید پاسخ بدیم. من یادم سالها پیش گزارشگر ویژه سازمان ملل که میخواست بره به ایران برای تهیه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر، اون موقع محمد یزدی رئیس قوه قضاییه بود. گالندوپولو میگین آقا دایی؟ نه نه، بعد از اون کپیتول. اون یادمه که این محمد یزدی که اون موقع رئیس قوه قضاییه بود تو نماز جمعه رفت بالا شروع کرد در مورد مثلا زنان، که زنان بدون اجازه شوهرشون اجازه ندارن از خونه بیرون بیان، اجازه ندارن مسافرت برن، کلی حرفایی زد که اصلا مسخره بود. که خب هر کسی سوال میکرد که بابا برای چی الان که این گزارشگر داره میاد تهران، برای چی الان این حرفا رو میزنی؟ ولی واقعش اینه که این جمهوری اسلامی یه نیازهای اساسی داره برای اینکه سر کار بمونه و اونم حفظ اون پایه اساسیشه، یعنی اون 5% 10% که سپاه و بسیج رو تشکیل میدن، اون نیروهای خالص خودش رو باید حفظ بکنه و تو شرایطی که تحت هجوم قرار میگیره، که اون موقع گزارشگر ویژه میخواست بره ایران، اینا میخواستن قدرت نمایی کنن، مرز خودشون رو بکشن، برای نیروهای خودشون پیام داشتن. این حرفا برای اونا بود. الان هم خب جمهوری اسلامی وقتی مردم تو خیابونان جنبش ادامه داره، تحریما هست، وضعیت جمهوری اسلامی اینقدر ورشکستگی ادامه داره، تو این شرایط عملیات تروریستی براش لازمه قدرت نمایی میکنه، این نیروهای فشلش وارفتش در داخل رو بهشون روحیه میده. برای این یک نیاز واقعیه و این نیاز واقعی اتفاقا نشون میده که چقدر وضعشون خرابه. اگه وضعشون معمولی بود، نرمال بود، که احتیاجی به این کارا نداشتن. برای جبران یه ضعف دارن این کارو میکنن، بنابراین اینها نشانه یک ضعفه. این از طرفی به اون تا اونجایی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه. اما در مورد اروپا ببینید، ما نوک کوه یخی رو میبینیم. جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان که وابسته به سپاه قدس، در اروپا شبکه‌های ترور زیاد دارن. حالا مثلا اینا وقتی میان اروپایی‌ها در اشتراک با آمریکا میان شبکه‌های مواد مخدر اینا رو متلاشی میکنن و کارهای دیگه میکنن، اشراف دارن. اینا مسائل تروریستی برای اروپا یک خط قرمز، یک واقعا جدی مسئله است. و اینها وقتی که این نمونه ها رو میبینن و اقدام میکنن، به اعتقاد من ما بخش کوچکش رو میبینیم. نگرانی اروپا از آینده است اینه که اینها معتقدند جمهوری اسلامی در آینده عملیات تروریستی بیشتری خواهد کرد، شبکه های خفتش رو به کار خواهد گرفت. بنابراین دارن اخطار میدن، دارن مرزبندی میکنن، دارن
خط قرمز جلوی جمهوری اسلامی میکشن که ما اقدام خواهیم کرد. این یک اخطار جدیه و این رو به نظر من جمهوری اسلامی دست کم میگیره. این رو باید جدی بگیرن. خیلی مهمه. خب چه پیام سیاسی داره آقای دایی؟ لیستگذاری وزارت اطلاعاتشون هم. پیامش اینه که بالاخره در این شرایط اروپا عزمش برای مقابله با آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی سستر میشه. تحریما رو جدیتر انجام خواهد داد. دولت روحانی بی اعتبار میشه. وقتی شما ظریف رو میفرستید سیاست لبخند و در کنار اروپا، یا خود روحانی پاشو رفت سفر کرد و این همه این کارا رو میکنید، بعد عملیات تروریستی میکنید، خب این کل دستگاهتون رو بی اعتبار میکنه، هم کل رژیم رو و همین نمایشات مسخره ای که روحانی و ظریف انجام میدن. ولی به اعتقاد من مهمش همین پیام سیاسیش که جمهوری اسلامی رو رادیو اکتیوش میکنه، یعنی نزدیکی باهاش رو سختتر میکنه، بنابراین فضای روابط اقتصادی رو خرابتر میکنه. این به ضرر جمهوری اسلامیه و چوب سنگینی برای این میخوره. یه موقع بود دهه 90 میلادی، واقعا اروپا اون موقعی که رفسنجانی رئیس جمهور بود تا یه مدتی چشم خودش رو روی عملیات تروریستی جمهوری اسلامی میبست. بله. اینه که جمهوری اسلامی دیگه انقدر جلو رفت تا اون نقطه عطفش میکنوس بود که دیگه اروپا ایستاد و دیدیم بعد از اونم جمهوری اسلامی از ترسش متوقف کرد. الان اینا دارن خط قرمز میکشن که دیگه ما اجازه نمیدیم. اینجور نیست که شما برید جلو عملیات تو خیابون و این بیاد ترور بکنید اینها. ما در این شرایط تروریست برای اروپا مسئله بسیار مهمیه و جدی میستن جلوش. آقای دایی، مسئله تحریم ها هم خب مسئله خیلی بزرگی است، به خصوص از طرف آمریکا و با روی کار اومدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور این کشور. فکر می‌کنید این تحریم های آمریکا آخرش چی میشه، به کجا میرسه؟ چون الان برخورد آمریکا با رژیم فقط از طریق تحریم ها است دیگه. بله، یعنی سیاست مقابله آمریکا و متحدین آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی الان رو تحریم متمرکزه. خب برای اینکه ما ببینیم الان کجا هستیم، یک نکته رو باید در نظر داشته باشیم. اگر بیایم بالاترین تحریم ها رو، یعنی مثلا بگیم 100 حدودا دیگه، حالا بگیم 100 برای درک موضوع، بگیم دوران اوباما بود، یعنی از سال 2010 که تحریم های کمرشکن در جولای به امضای آقای اوباما رسید، همینجور تحریم ها اضافه شدن، بعد اروپا وارد شد، تحریم بانک مرکزی، تحریم نفتی، تحریم مالی، همه چی که دیگه 2013 و 14 اوجش بود. 2015 وقتی که سازش هسته یا برجام انجام شد، اول ژانویه یا اوایل ژانویه 2016 اجرایی شد و برداشته شد. یعنی از اون 100 به کجا رسید؟ همین، به صفر نرسید. تحریم های آمریکا تعلیق شدن، خیلی تحریم های مالی هم ادامه پیدا کردن، یعنی یه چیزی شد مثلا حدود 40. بانک ها نمی رفتن معامله بکنن، سرمایه گذار ها به ایران بر نگشتن، یعنی هیچ وقت به صفر بر نگشت. آقای ترامپ اعلام کرد اوایل سال پیش، یعنی سال 2018، که ما از برجام میام بیرون و یه بخشی از تحریم ها از ماه می اجرایی شد، یه بخشی هم از ماه نوامبر. مهمترینش تحریم های نفتی بود که از ماه نوامبر شروع شده. خب آمریکا اومد یه سری مثل خود دوران آقای اوباما معافیت داد، مثلا به چین و هند و ژاپن و کره و اروپا و اینها که خریداران اصلی نفتی جمهوری اسلامی بودن، نگفت بیا به صفر برسون، چون نه اجرایی بود نه اونا اجرا میکردن و هم بازار نفت به شوک وارد میشد، قیمت ها بالا میرفت، بنابراین تقلب بیشتر میشد در خرید نفت جمهوری اسلامی. اومد بهشون معافیت داد، مثلا به چین گفتش که تو که مثلا 600 هزار بشکه میخریدی الان بیا 300 هزار بشکه بخر. دومی که پولاش هم به جمهوری اسلامی نده، بخش مهم میشه باید در چین نگه داری، خریدایی هم که میتونه با اون پول بکنه، مثلا خریدای غذایی و خریدای دارویی و اقلامیه که هیچ خطری نداشته باشه. خب این نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که الان که بخوایم بررسی بکنیم، از 2,400,000 تا 2,500,000 بشکه صادرات نفت جمهوری اسلامی، به گفته جمهوری اسلامی 1,000,000 کم شده در روز، رسیده به 1,400,000 تا 1,500,000. کارشناسان نفتی میگن حدود 1,100,000، بنابراین خیلی بیشتر کم شد. یعنی مینیمومش اینه که درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی که بخش عمده درآمدهاست نصف شده، و اون بخشی هم که از درآمدام که میفروشه هم پول بهش نمیدن. الان مثلا طبق قراردادی که سر معافیت آمریکا با هند بسته و اجرا میکنه، اینه که پولای نفتی رو که میگیرن مثلا 40 به 60 یا 45 55، یعنی بخشش رو به روپی نگه میدارن، بخشش هم به دلار یا یورو هر چی که هست، یعنی یه بخشش اصلا دست نمیخوره، بخش دومش رو میتونه باهاش خرید بکنه، یعنی پول گیره. خلاصش
پورگیر معظمی و معاون زنگنه هم چند روز پیش گفت، گفت این کشورهای خریدار نفت ما یک بشکه حتی بیشتر از اون میزان معافیتی که آمریکا تعیین کرده رو نمیخرن. بنابراین داره این اجرا میشه. مینیمومش اینه که درآمد نفت جمهوری اسلامی رسیده به نصف. آقای براین هوک اعلام کرده که ما دیگه از ماه فوریه که این معافیت تا میرسه به چند ماهش دیگه معافیت جدید نخواهیم داد. حالا نمیدونم چه اجرا شرع خواهد بود، ولی خب این شرایط برای جمهوری اسلامی بدتر میکنه. یعنی اگه از سر دوران آقای اوباما در بعد از برجام رسیدیم مثلا به 40، الان برگشتیم به چیز حدود 60-70 دوباره، و خیلی به ضرر جمهوری اسلامی. تحریم ها رو اجرا میکنن و اروپا که جمهوری اسلامی انتظار داشت یا امید واهی داشت یا تبلیغ میکرد که میاد جلوی آمریکا میسه و سیستم مالی ویژه درست میکنه، اینها همش باطل در اومد و الان واقعا فحش و ناسزا دارن میدن به اروپا که چرا شما جربزه ندارید، چرا جنرال آمریکا نمیستید، شما هیچ کاره اید. اصلا حرفه که ظریف علیه اروپا میزد شگفت آور بود و معلومه که ضربه سختی خوردن توی زمینه. خب این اقدام حتما بر سیاست خارجی رژیم هم تاثیر خواهد داشت و روند تحولات و وقایع، نه آقای دایی؟ مسلمه. بالاخره دست جمهوری اسلامی هم نظر مالی بسته میشه. یکی دومی که ببین تحریم خودش مثل یه چتر میمونه، فضا ایجاد میکنه، در نظر دیپلماتیک منزوی تر میکنه، دستش رو تو همه زمینه ها میبنده و برد دیپلماتیکش هم کم میشه. خب این طبیعیه. آقای دایی، یه موضوع دیگری که این روزها مطرح هست و آدم رو به ناچار به زمان اوباما برمیگردونه که دست و پاشو جمع کرد و نیروهاش رو از عراق کشید بیرون، مسئله خروج آمریکا از سوریه هست و فکر میکنم خلایی که ایجاد میشه بعدش. چرا آمریکا این کارو کرد، داره نیروهاش رو از سوریه میکشه بیرون و این خلأ رو به نظر شما چه کسی میتونه پر کنه یا پر خواهد کرد؟ از کنند در رابطه با مسائل منطقه و سیاست های آمریکا، به خصوص این اشتباه مهمی که در آقای ترامپ میکنه، حالا مشاوراش به زور ایشونو دارن نگه میدارن که بکنش 2 ماه، بکنش 3 ماه، بکنش 4 ماه، ولی اشتباه مهمیه. ما وقتی اینو میخوام بررسی کنیم، یه مسئله خیلی مهمه اینه که این گونه تحولات رو آدم باید در بستر و فضایی که اون تحول انجام میشه ببینیم تا اثرش رو خوب درک بکنیم. منظورتون چیه؟ منظور من اینه که ما وقتی میخوام اشتباه آقای ترامپ رو هم بگیم، باید به چند موضوع که همه الان درش هستیم نگاه بکنیم. این چارچوب یا بستر این تحول رو درش معنا میده چیه؟ یکی اینکه باید بپذیریم جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی به طور کامل ورشکسته است و این ورشکستگی غیر قابل ترمیمه، این راه بازگشت نداره. ما این شرایط ویژه رو باید ببینیم تا تحولات رو در اون چارچوب ببینیم. یکیش این ورشکستگیه، دوم اینکه تحریم ها ادامه دارن و بدتر خواهند شد. این مهمه. یعنی بنابراین این ورشکستگی و این انزوا بدتر میشه، یعنی مسیرش به اون سمته. سومش اینه که مردم از این نظام و جناح‌بندی‌هاش ناامید شدن. یعنی تمام این دکان‌های اصلاح طلبی و اینا که در خرداد 76 تا کنون بوده، اینها همه از بین رفت. یعنی الان 22 سال مردم رو اینا رو هوا نگه داشتن دیگه. ببینید اینا همه از بین رفت و معلوم شد که همش دروغ بوده. مردم دیگه امید ندارن. خب این امید ندارن به کجا رسیده؟ به جنبش که مردم تو خیابونن. جنبش هم الان لاقل 1 سال که گذشته میبینیم توقف ناپذیره، داره تعمیق میشه. من این نکته در مورد همین جنبش بگم، من اعتقاد شخصیمه که ما سالیان سال مسائل سیاسی ایران رو دنبال کردیم. من اعتقاد دارم هیچگاه در تا اونجایی که من میدونم، نظر منه، در تاریخ معاصر ایران ما هیچ جنبشی به این عمق نداشتیم. ما وقتی کارگرا، وقتی زحمتکشان، وقتی کشاورزان، معلمان، اینا تو خیابونن، اینا درخواستاشون جدی هست. بنابراین جنبش عمر داره. دوم هم این که بالاخره اینا که الان برن تو خیابون جمهوری اسلامی هم سقوط کنه که تو خونهشون نمیرن، که اینا خواسته های بسیار جدی دارن. درست. یعنی در آینده ایران هم این جنبش، ما اصلا در ایران جنبش کارگری، سندیکا و اینا که بالا پایین بوده اینطور نبوده که اصلا اینطور سندیکا و اینطور کارگران همبستگی، این داره روز به روز تعمیق میشه. این یه خبر خوبی برای آینده ایرانه که در آینده ایران هم با مفخوری نمیشه سر مردم رو کلا گذاشت. یه سپر مهمی برای جنبشه. حالا همه اینا رو که گفتم، برای من این 4 مسئله که جمهوری اسلامی ورشکسته است، تحریم ها ادامه پیدا میکنن،
مردم از جناح‌های نظام ناامید شدن، رو به خارج از سیستم دارن، و بعدش هم اینکه جنبش داره گسترش پیدا میکنه و داره تعمیق میشه، توقف ناپذیر. در این چارچوب ما باید این تحولات خاورمیانه رو ببینیم. حالا چرا اینا رو میگم؟ یه مثال بزنم. وقتی برجام شد با هم صحبت میکنیم که با برجام شد، اینا سازش کردن، 100 میلیارد 150 میلیارد بهشون داده شد، تحریما کلش برداشت شد. اگه ما اون موقع نمیدیدیم ورشکستگی نظام رو، ماهیت نظام رو، سیاست منطقه جمهوری اسلامی نمیدیدیم، فکر کنیم جمهوری اسلامی زد و به طور استراتژیک برد، اصلا تمام شد، یعنی بس پشت خودش رو. ولی در اون بستر اگه میدیدیم میفهمیدیم که با همون تازه بعد اون سیستم مافیای اقتصادی، اون پولی هم که گیرش اومد، اگه گیرش اومد، اون تبدیل شد به نقدینگی، به تورم، تعمیق کرد اون ورشکستگی رو، بخاطر که درست. سیستم مافیایی. بنابراین ما اون موقع بعد میدیدیم که به اصطلاح آثار مثبت برجام در یک سیستم مافیایی جمهوری اسلامی و ورشکست، اثرش محدوده و حتی میتونه به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه. الان هم ما وقتی میام این سیاست اشتباهی که آقای ترامپ کرده و در منطقه میکنه، باید اثرات شو وقتی در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم، باید این موضوعات رو در نظر داشته باشیم و بسترش رو ببینیم. حالا چرا آقای ترامپ کرده؟ یه عده میگن به خاطر نگاه ویژه ایش که ایشون به روسیه داره، یکی اینکه خب میگن بیس خودش، پایه خودش اینه که ما باید کلا از منطقه بیایم بیرون. حرفایی که ایشون در مورد افغانستان زد که حتی توجیه کرد که چرا اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرد، ولی هرچی هست اشتباه، هرچی هست اشتباه مهلکی، همون اشتباهی که آقای اوباما کرد در خروج از عراق آثار شدید. واقعش اینه که اقدامات منطقه‌ای هم اثر داره. وقتی که بشار اسد اون بحرانی که 2011 و 12 مردم تو خیابونا بودن، سکوت آمریکا و اروپا فقط این نبود که جمهوری اسلامی دست بالاتر پیدا کرد، نمیدونم روسیه وارد شد، اینها بالاخره یه قلمش این بود که جمهوری اسلامی وقتی با کمک پوتین حمله کردن به حلب و اون مناطق، میلیون ها نفر پناهنده و تروریست روانه اروپا شدن، جغرافی های سیاسی اروپا تغییر کرد، دارن صدها میلیارد ضرر میدن برای این موضوع، انگلستان از اروپا داره خارج میشه، گروه های فاشیستی در اروپا تقویت شدن، تو تمام دنیا تقویت شدن. خب این اثر مهلکی داره، بنابراین نتیجه داره اقدام اشتباه، نتیجه داره خروج آقای اوباما از عراق به اون صورت اشتباه بود، حمله آمریکا به عراق هم اشتباه بود، اشتباه بود دقیقا. بنابراین این اشتباهات نتایج داره و خواهد داشت. حالا در رابطه با جمهوری اسلامی درست میشه مثل برجام، آیا میریزه تو جیب جمهوری اسلامی؟ اولا منطقه یه چیزی باید در نظر داشته باشیم. یادم 2012-13 که با هم صحبت میکردیم، من برآیند نظر تحلیلگران مهم خاورمیانه که جمع کردم، برای من این جمله جالب بود که خیلی هاشون میگفتن بحران سوریه بخشی از بحران کل خاورمیانه است، بحرانی که لایه در لایه است، یعنی یه دونه نی، یه فاکتور نیست که مثلا سوریه این بیاد بیرون یا نه، تو همون سوریه روسیه هست، جمهوری اسلامی هست، ترکیه هست، همه نقش دارن، همه نقش دارن، درست؟ بعد میرسه به عراق، بعد میرسه به یمن، بعد میرسه، همه اینها به هم ربط دارن، لایه لایه است و ادامه داره و باید یادمون باشه که حالا حالاها تموم نمیشه، تعمیق میشه. ولی اگر اون فاکتورهایی که در رابطه با جمهوری اسلامی، ورشکستگی، تداوم جنبش، تحریم و اینا رو بگیریم، من اعتقادم اتفاقا چیزی گیر جمهوری اسلامی نمیاد، بدتر میشه. ببینید وقتی آمریکا تو منطقه کاری نکنه، بیاد بیرون، برای اسرائیل هم خطر باشه، خب اینا کجا میان اقدام بکنن؟ خب میان تو تحریما تشدید میکنن، جاهای دیگه جبران میکنن. خب الان هم پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بخش مهمش همه تحریم هاست. برای من انتظار دارم که تحریم ها تشدیدتر خواهد شد، انتظار منه و خواهد شد. بنابراین این به ضرر مهمی که جمهوری اسلامی میکنه، و مهمتر از همه که از اونجایی که روسیه خیلی برنده خواهد شد توی این داستان، معلوم نیست که برنده شدن زیاد روسیه الزاماً دست جمهوری اسلامی رو در سوریه و جای دیگه بازتر بکنه، و مهمتر از اینه که در شرایطی که مردم این ورشکستگی رو میبینن و مردم تو خیابونن، جمهوری اسلامی دخالتهای بیشترش در منطقه به ضررش تمام میشه. من یادمه که اکتبر 2 سال پیش اینا، یادتون باشه که اون مرز ابو کمال رو گرفتن و گفتن کریدورمون تشکیل شد و نماز شکر بجا، حتی تابستونش که اون حجاجی یادتون چه تشییع جنازه، چه بسیطی و قاسم سلیمانی پوستر، یه دفعه فتیله اینا رو کشتن پایین، برای اینکه میفهمن اثرش تو داخل خیلی بده برای مردم ایران. بنابراین الزاماً عقب نشینی آمریکا،
الزاماً همه چیز توی جیب جمهوری اسلامی نمیریزه و من اعتقاد دارم که خیلی جاها ضررم خواهد کرد، چون بالاخره اینا که نمیان جلوی جمهوری اسلامی تسلیم بشن که، برای اینکه تهدیده جمهوری اسلامی، هر چی تهدیدش بیشتر باشه خب اینا لاغلش تو تحریمان که میان خودشون نشون بدن. و اروپا هم من تردید ندارم آرام آرام این خطر جمهوری اسلامی رو درک میکنه. در رابطه با فرانسه من یه چیزی بگم، این مرکز الزهراء رو که در شمال فرانسه اینا بستن، خب این سالیان سال فعالیت میکرد، یه رقم نه 3 میلیون چقدر یورو احمد نژاد داده بود به همینا که تو انتخابات، خب اروپا چشم میبست دیگه، بله هزاران نفر رو این مرکز الزهراء اونجا می اومدن تحت نام مبارزه با اسرائیل و نمیدونم آنتی سیونیست و نمیدونم از این حرفا، از این کارا میکردن. این که فرانسه اومد گوشه اینا رو گرفت و مرکز رو بست با حکم قانونی، اینا نشون میده که این خطر جمهوری اسلامی برای اینا جدیه. و هرچی جمهوری اسلامی تو منطقه بیشتر مثلا نفوذ بکنه، جلو بره، جلو خودش رو باز ببینه، اقدامات بیشتری خواهند کرد. یه قلمش همین تحریم هست. حالا خواهید دید من و شما شاهد که تحریم ها رو افزایش خواهند داد. خب آقای دایی، با توجه به تحولاتی که به اونها پرداختید، چشمانداز ایران و خاورمیانه رو شما چگونه میبینید؟ من معتقدم این بحران خاورمیانه تعمیق خواهد شد، بدتر خواهد شد، این خصومت ها بیشتر خواهد شد و خیلی، یعنی جمهوری اسلامی هم تو این باتلاقی که خوش درست کرده، آخه یه جمهوری اسلامی با این درآمدهای فکسنی که داره، این لشکرکشی از لبنان تا یمن و حالا افغانستان هم، اوه حالا شما ببینید برای افغانستان هم چه نقشه هایی داره که آمریکا میخواد بیاد بیرون و شروع کرده تو ایالت هرات و نیمروز عملیات و افزایش داده و داره کلی خرج میکنه. خب این که برایش باتلاقی که، بنابراین بحران منطقه تعمیق میشه که به ضرر جمهوری اسلامی به خاطر که ورشکست است. یک دوم، من اعتقادم تحریمات تشدید خواهند شد، چون هرچی آمریکا از منطقه بیاد بیرون یا اونجا دخالتش کمتر بکنه، کجا میان مقابله با جمهوری اسلامی رو افزایش میدن یا جبران میکنن اون کمبود رو؟ توی تحریما. دو تا. سوم، اروپا هم همراهیش با تحریم ها بیشتر خواهد شد و به خاطر اینکه جنبش ادامه خواهد داشت این ورشکستگی. یه نکته رو نمیدونم وقت داریم من 2 3 دقیقه بله بگم. بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید یه نکته بسیار مهم هست که ما وقتی میگیم ببینیم چه خواهد شد، اینه که جمهوری اسلامی داره فضا رو مدیریت میکنه. اینا وقتی سال 2002 2003 پرونده هسته‌ای افشا شد و وضعشون خیلی خراب بود، آمریکا میخواست به عراق حمله کنه و ترسیده بودن، اون موقع اونا اومدن خود خامنه اینا گفتن آقا باید فضا رو مدیریت کنه تا طوفان رو بگذرونه. الان جمهوری اسلامی اومده تو این چند ماهه میخواد مدیریت فضا کنه، سرکوب رو افزایش داده، یعنی همزمان با افزایش سرکوب و دستگیری ها تلویزیون شده پر از تبلیغات، کارخونه ها مشغول تولیدن، کشاورزان مشغول درو هن، نمیدونم در لب مرزها کامیون ها منتظر صادرات جنس هن، بانک ها پر پول هن. این تبلیغات وحشتناک و فضا رو میخواد کنترل بکنه، ولی بحران عمیق‌تر از فضاست. این بیرون خواهد زد. من اعتقادم امسال تمام این فضای سرکوبی که سعی میکنه بکنه و این مدیریت فضای رسانه‌ای و تبلیغات، این تضعیف خواهد شد، جنبش بیشتر و گسترش بیشتری خواهد پیدا کرد، بیشتر خیابانی خواهد شد و شکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی تعمیق خواهد شد به دلیل تحریما و مسائل دیگه. بنابراین من اعتقاد دارم بحران خاورمیانه تشدید میشه، تحریم ها افزایش پیدا میکنه، در داخل جنبش عمیقتر و گسترده تر خواهد شد، تردیدی ندارم، اختلافات اینا بیشتر خواهد شد، مردم بیشتر به خیابان خواهد اومد و سال بسیار بدی برای جمهوری اسلامیه. من نمیدونم اینا چطور میخوان این طوفان رو از سر بگذرونن با مدیریت فضای رسانه و تبلیغات، این حرفا نیست، این بیرون خواهد زد به زودی. بنابراین من اگه خودم، من اگر خدای نکرده یکی از مسئول جمهوری اسلامی بودم، دور از جونتون نمیستم آقا من دایی. چی کار میخواستم. من یادم این که در جریان دادگاه همیشه به وکیلم میگفتم که بالاخره فکر میکنیم ما پیروز بشیم و اینها، خب میبینی وکیلا جواب مشخص نمیدادن. درست. سر وکیل ما میگفتش که من هیچ وقت آرزو نمیکنم که الان جای وکیل تویتا پارسی باشم. بنابراین من اینجور دارم میگم که سال بسیار بدی برای جمهوری اسلامی و سال بسیار خوبی برای جنبش ما خواهد بود. امیدوارم همینطور باشه، جوری که پیش میره منم همچه احساسی دارم. آقای دایی خیلی ممنونم از وقتی که برای گفتگو گذاشتید. امیدوارم که سال 2019 واقعا سال سرنگونی و از سال بعدش دیگه ما به سمت آبادی مملکتمون بریم. خیلی ممنونم که وقت واقعا گذاشتید آقای لطف دایی. محبت دارم خانم غفاری، روزتون بخیر. به همچنین.
دویدن بال پریدن دیده ی دیدن حرف شنیدن قلب تپیدن شوق رسیدن نغمه رودم شعر و سرودم بانگ و درودم آتش و دودم تارم و پودم بود و نبودم جهل و جنگ جهل و جنگ ویرانی به زنجیری به زندانی به سنگ کینه بشکستن پر و بال زنانت را خزان ناامیدی زد بهار مردمان جان در بندت به البرز و به الوندت به قلب و جان در بندت رهایت می کنم آخر ز چنگ دشمنانت دوباره پرکشم سوی تو و نسل جوان رهایت می کنم آخر ز چنگ دشمنانت دوباره پرکشم سوی تو و نسل جوانت تو را من تکیه گه خواهم تو را من تکیه گه خواهم رها از شیخ و شهر خواهم رها از شیخ و شهر خواهم